سلام به برابکس چنل خودم سیجل، مهمون ویژه امروزمون عمو کوتی. بابا درود به همگی. چطوری سیجل؟ بد نیستم، خودت چطوری؟ یه ذره رژیمم حالم بده. رژیم سیگاری، مشروبی یا غذایی؟ مشروبی. 8 روز پاکم. 9 روز. 8 روز پاکو ندیدم. البته من راستشو بهت بگم 6 روز الک نزدم، ولی دوبز زدم. وای؟ نو. اوکی، ببین تو هر وقت 5 روز آبجو نزدی، یه مجازات به هر مجازاتی به من بگی تو یوتیوبم میذارم. ولی مجازات بهت نمیدم. میخوام شب بخندونم. راستی بچه‌ها بهتون بگم، منو پوتی به مشکل بزرگ خوردیم که من بهش گفته بودم چاینا تو لف بیا، که اصلا مثل این که اسمو کاملا زده بودم تو جاده خاکی. اسم این کاری که میکنیم جوکه، جوکه میمزه است بچه. این به من گفت بیا ترانا تو لف، من گفتم خب اوکی یه ویدیو داره، اومدم دیدم جوکه. ببین معمولا میگن که هر چی که یه هوی میشه جوکا خنده دار میشه. امیدوارم که همین باشه. یکی یکی بعد بریم دیگه. من 18 19 تا واسط آماده کردم پوتیا، شوخی پوخی ندارم. اول تو میگی بریم. میدونی سیاره ها میخوان با هم دیگه برنامه بذارن، با هم دیگه چی میگن؟ میتونم جوابم بدم اگه بدونم، ولی اینو نمیدونم. امشب پلنت چیه؟ اوه قشنگ قشنگ قشنگ. هیچ وقت یه ممه رو دست کم نگیر. چرا؟ چون تنها ممه است که بچه رو تبدیل به مرد میکنه، مرد رو تبدیل به بچه. خیلی قشنگ بود. میدونی تخم خر کیه؟ نه. اونی که تخمه میخره. میدونی من به پمپ بنزین حسودیم میشه، بگو چرا؟ چرا؟ چون هم میریزه توت هم پولش رو ازت میگیره. خیلی قشنگ پاره شدم. پاره شدم نخندم، پدر سوخته. میدونی فرق سکس با پول و سکس مجانی چیه؟ ببین با پول و بی پول فرقش فقط عشقه. سکس مجانی معمولا برات گرونتر تمام میشه. اجازه هست به محمد دست بزنم؟ آخه میخوام ببینم واگهیه یا کیکه. وای کیک بود بفتم. یه چیزی بگم، اونایی که میگن پوتی مسخره نکن، من عاشق این پسرم، اصلا مسخرهش نمیکنم، خیلی باحال حاجی. میدونی ایرونی ها میرن بار اگه میخوان فقط یا به جو بزنن چی میگن؟ چی میگن؟ تکبیر. وای حاجی خیلی قشنگ بود. اینا این خنده دار نبود ولی خیلی قشنگ بود. چون بیر بچه ها یعنی آبجو تکم که یک دونه بیار. روزی امام تو انزلی کار داشت، زود رفت زود برگشت، زود انزلی از صفات بارز امام بود. توکه در کار هست بچه. چقدر جوکای امام زیاد شده. خیلی صفات بارز امام تازه داره رو میشه سیجم. چندتش بچه ها بالا گفتن، ولی من دیگه اینا رو قبل از امام نوشته، ما زمان شاه نوشته بودیم جوکامون. اتفاقا همین که شد بیا راجع به شاه. میدونی زاینده رود تو چه ماهی پادشاه شد؟ شاهرود. نه ببخشید چه ماهی؟ شهریور. زده بودم ها. شهریور فول. نه شهریور. آفرین واسه اونایی که نفهمیدن ریور به انگلیسی میشه رودخونه. وای چقدر دیل. یه خبر فوری، حضرت سلیمان اعلام کرد مناطق محروم با موکت طی میکنه. دیگه خیلی خوب. زنم به هم گفت منو ببند، هر کاری میخوای بکن. منم بستمش با دوستام رفتم بار. من اعتماد کردم میشون. یه بارم یه دختره یه پیشنهاد بیشرمانه بهم داد، من با قاطعیت کامل دست رد به سینش زدم، دیدم نرم قبول کردم. چقدر آدم بی‌تربیتی هستی تو. میدونی ماکارونیا رو پلیس ایران میگیره کجا میبرن؟ نه پاستاشگاه. طرف میره دکتر میگه یکم آلت تناسلی منو کوتاه کنید، چون موقع نماز به جای 7 جام 8 تاش میخوره زمین. دکتر به پرستار خانومه میگه برو یه نگاه کن ببین چقدرشو باید کوتاه کنید. پرستاره میره میبینه میگه دکتر خیلی حیفه، بذار دستش رو قطع کنیم. این شامل من نمیشه، چوتی رو نمیشه. میدونی کدوم میوه قبرش خیلی بو میده؟ نه. انگور.
چقدر نمکی. حالا یه داستان طولانی میخوام واسه تعریف کنم. ببین یه روز یه دانشجو از استاد عاقلش میپرسه که استاد واقعا خودتون درس منطق رو بلدید؟ استاد میگه معلومه که بلدم. دانشجو میگه باشه یه سوال ازت میپرسم، اگه نتونستی جواب بدی باید منو قبول کن. دانشجو به استادش میگه اون چیه که منطقی هست ولی قانونی نیست، قانونی هست ولی منطقی نیست، نه قانونیه نه منطقی. استاد میره فکر میکنه، از پروفسور از دکتر از همه میپرسه، نمیتونه جواب بده. خلاصه بهش زنگ میزنه میگه که من نمیتونم جواب بدم ولی خیلی آدم بدی هستی. و بعد میگه خب استاد شما همه رو انداخید و بدبختین. استاد میگه خب حالا جوابشو بگو. دانشجو میگه که استاد شما 57 سالتونه، با یه زن 34 ساله به اسم لاریسا ازدواج کردید، قانونیه ولی منطقی نیست. زن شما 4 ماه پیش با یه پسر 25 ساله رابطه داشت، قانونی نیست ولی منطقیه. و این که شما به کسی که زنتون هفته ای دو شب پیشش بود نمره قبولی دادید، نه منطقیه نه قانونی. استاده رو زد ترکون. من تمومم، تو چند تا جوکت مونده؟ جوک هم نیست، من یه دونه واقعا یه چیزی رو بهش پی بردم تازه، این که لااقل دو تا از پیامبران مهم دنیا تو اصفهان به اسم نیکنیم پیامبریشون رسیدن. چرا؟ یه آقایی بوده نمیدونم از بیت المقدس بوده کجا بوده، آقا این میکوبه سمت شرق راه میفته، خیلی گشنش میشه، همش کبیر بوده، کوه بوده و اینا، میرسه به اصفهان میگه می هانگری، خیلی گشنه، یه چیزی زرد میارن جلوش اینا، میگه این چیه؟ میگم بخور این موزس. از موقع اسمش میشه موزس که بخواد خارجی میشه همون حضرت موسی. من حال ادامه دادن ندارم، هر جای این ماجرا استاپ بشه من دیگه راضیم. یه 500 سال 1000 سال بعد یه آقای دیگه از بیت المقدس میکوبه میگه منم برم سمت شرق، منم شاید پیامبر شدم مثل موزس. این آقا میکوبه حاجی زمستون بوده این دفعه دیگه، سرد بوده تو کوها و دشت و کبیر و اینا، میرسه اصفهان یه اجاق گرم میبینه، دست میزنه یه اسپانی میفهمه که دست نزن این جیزس. آقا سلامتی همه اسپانی ها، عشقت هشمام عشقای من، ولی اینجاست که محمد راه دیگری رو رفت قرب. خب ادامه داره علی الان؟ نه دیگه من دوتا پیام برم بای کاشکی آدامش بود پشمان. آره حاجی چند سال دنبال ادامه‌ش هم، ولی اینا از جا که آخر من بود حاجی، ولی واقعا دمت گرم امروز با مصیبت زیاد، ولی خدایش قبول داری قشنگترین لهجه ها رو ایران داره، همه لهجه ها. من اسپانی بعد خیلی با مزه است، انقدر دوستای اسپانی صمیمی دارم. لیتو خود لیتو اسپانیه، لیتو که اصلا کرکترم اسپانیه، گیره پدر سوخته خداست. حاجی بازم از اینا بریم، من میدونی که برای تمرین این برنامه انقدر مغزمم کار میکرد خیلی حال کردن، حتی با آنر بودیم دوتایی رفتیم برام. آها یه دونه دیگه هم دارم میدونی، خلاصه میدونی جدو کارا وقتی به هم دیگه میخورم به هم چی میگن؟ نه میگن اسموس چه خبر؟ نو گاد پلیز نو. بچه اوس تو کاراته هم میگن اوس اوس. تعال تعال بیا بپر تو بغل، تعال تعال بیا بپر تو بغل، تعال تعال بیا بپر تو بغل، تعال تعال حبیبی، تعال تعال بیا بپر تو بغل، تعال تعال بیا بپر تو بغل.